آمد نوروز هم از بامداد، آمدنش فرخ و فرخنده باد. باز جهان خرم و خوب ایستاد، مرد زمستان و بهاران بزاد. بهار تازه، نوروزتون پیروز. با درود بسیار، با اجازه شما نخستین برنامه سال 9400 رو میخوام با دعایی آغاز کنم که 3000 سال پیش زردشت میگفت: منش بد شکست باید، منش نیک پیروز شود. دروغ شکست یابد، راستی بران پیروز شود. به تماشای نخستین برنامه سال 9400 خوش آمدید. بزرگترین قهرمان کشتار سال پیش این کرونا بود که به قول آقای بایدن رئیس جمهور تازه آمریکا گفت بیشتر از جنگ جهانی دوم، بیشتر از جنگ ویتنام، بیشتر از جنگ کره، بیشتر از 9/11 آمریکایی ها رو کشت. طبق آمارشون بیشتر از 500,000 نفر در آمریکا از این ویروس لعنتی جان باختند. در اروپا و بسیاری از کشورهای دیگه هم همینطور بود. چند میلیون نفر مردم جهان اسیر این ویروس شدند. در ایران با وجودی که آمارهایی رو که میدن اغلب درست نیست، اما بسیاری از شهرهای ایران به قول خودشون قرمز و نارنجی و زرد شده بود و تعداد کشته ها بسیار و بیمارستان ها همه مملو از بیماران کرونایی بود. بسیاری از پرستاران و پزشکان جانشون را از دست دادند. اما یک واقعه در جهان اتفاق افتاد. دانشمندان و کسانی که در کار دارو بودند بالاخره واکسن کرونا را پیدا کردند. بسیاری از کارخانجات داروسازی با کوشش بسیار در مدتی کوتاه بالاخره این واکسن رو وارد بازار کردند. در آمریکا شروع کردند به استفاده از این. اما در ایران یک واقعه بسیار اسفناک اتفاق افتاد. آقای خامنه‌ای رهبر اعلام کرد که ما واکسن‌های آمریکایی و اروپایی رو نمی‌خوایم و استفاده نمی‌کنیم. و همین موضوع باعث شد که گروه زیادی باز جانشون را دست دادن. خیال میکنم این گفته آقای خامنه‌ای بسیار در تاریخ ایران ثبت بشه. رهبری که باعث میشه تعداد کشته شدگان یک بیماری بیشتر بشه. با هم نگاه کنیم به این نطق تاریخی. دوم در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الان هم به طور عموم میگم. اگر آمریکایی‌ها توانسته بودن واکسن تولید کنن، این افتضاح کرونایی در کشور خودشون پیش نمی آمد. چند روز پیش در ظرف 24 ساعت 4000 نفر تلفات داشتن اینها. اینا اگر واکسن بلدن درست کنن، اگر کارخونه فایزرشون می توانه واکسن درست کنه، چرا به ما میخوان بدن؟ خودشون مصرف کنن، اینقدر مرده و کشته زیاد نداشته باشن. انگلیس هم همینجور. به اینا بنابراین اطمینان اعتمادم نیست. من واقعا اعتمادم ندارم. نمیدونم، گاهی اوقات هست اینا میخوان واکسن رو روی ملتوی دیگه امتحان کنن، ببینن اثر میکنه یا نمیکن. بنابراین از آمریکا، از انگلیس، البته به فرانسه هم من خوشبین نیست. علتش هم این است که سابقه اون خونهای آلوده رو اینها دارن و اونم من بله از جاهای دیگه میخوان واکسن تهیه کنم، جای مطمئنی باشه، هیچ اشکالی نداره. نمیدانم آقای خامنه‌ای به چه چیزی اطمینان دارن.
تنها طبق آماری که داریم بعد از این فتوای رهبر باز تعداد زیادی جانشون را دست دادن. بعضی ها معتقدند مخالفت آقای خامنه‌ای با واکسن فایزر به خاطر اینکه مدیر این کارخانه بزرگ، این مؤسسه بزرگ داروسازی، یک یهودیه. به هر حال داروهای دیگه هم بود، اما ایشون دو پا رو در یک کفش کرد که نه آمریکایی نه اروپایی، ما خودمون میسازیم. من از دکتر عباس میلانی استاد دانشگاه استنفورد خواهش کردم که در این مورد توضیحی بده. سالی که گذشت به راستی پر از عجایب و غرایب بود و متاسفانه مثل دیگر سالهای حکومت ولایی پر از مصیبت. ولی از شگفت‌آورترین و غمبارترین تصمیمات این سال دستور آقای خامنه‌ای برای ممنوع اعلام کردن واکسن‌های غربی بود. او بدون کوچکترین صلاحیت علمی و پزشکی، در حالی که کرونا در ایران بیداد می‌کرد و می‌کند و در شرایطی که خودش و دیگر روحانیون و آقازاده‌ها از همه مزایای پزشکی غربی بهره می‌گیرند و گرفتند، استفاده از واکسن‌های غربی را ممنوع اعلام کرد. حتی شاید شرم‌آورتر این بود که روز بعد از این تصمیم خردگریز و بی اساس، همه نهادهای دولتی هم به آن گردن نهادند و به اجرایش مصمم شدند. شاید البته به استثنای آنهایی که به روایتی در پسله از این واکسن‌های مرغوب برای خود استفاده کردند. برای ملت عزیز ایران سالی رها از بلعنت کرونا و به دور از استبداد دینی آرزو می‌کنم. در حالی که در سراسر جهان واکسن‌هایی که وارد بازار شده جان خیلی‌ها را نجات می‌داد، در ایران اعلام کردن که خود جمهوری اسلامی به زودی واکسن کرونا خواهد ساخت. یک خانمی را آوردن با حجاب اسلامی یه واکسن بهش زدن. نمیدونیم که واکسن کرونا بود یا ویتامین سی بود به قول بچه ها. اجازه بدید به صحبت‌های آقای دکتر میلانی باز گوش کنیم. جالبه. کارنامه آقای خامنه‌ای در برخورد با کرونا از آغاز تباه بود. رواج بی‌رویه ویروس در ایران، نتیجه ذلت او در برابر چین و تلاشش برای اجرای یک نمایش انتخاباتی موفق بود. مدتی صحیفه سجادیه توصیه می‌کرد. بعد نظر داد که جنگ بیولوژیک است. ادعا کرد اسلحه آمریکا علیه ایران و چین است. در این میان البته هر روز هزاران ایرانی به کرونا دچار شدند و صدها نفر هر روز جان باختند. این کارنامه تباه با این دستور مندرآوردی و مستبدانه در منع ورود واکسن اروپایی و آمریکایی وارد مرحله تازه‌ای شد. شکی نیست که او و خودی‌های دیگر از بهترین امکانات پزشکی آمریکا و اروپا دائم بهره می‌گیرند. چه بسا که تا به حال هم از همان واکسن‌های ممنوعه استفاده کردند. بهای این استبداد را ملت ستم دیده ایران می‌دهد. اگر در ایران رژیم استبدادی ولایت فقیه حاکم نبود، گفته‌های آقای خامنه‌ای زیرنویس دیگری بر تاریخ تهجر در ایران می شد. ولی به لحاظ ساخت نظام حاکم، این گفته ها جان صدها هزار ایرانی بیگناه را به خطر می اندازد و مسئولیت این جان ها بیش از همه متوجه شخص آقای خامنه‌ای و سپس همه کسانی است که این بساط استبدادی را در داخل یا خارج کشور توجیه یا تسبیح می کند. بله، آقای نمکی وزیر بهداشت اعلام کردند که ما در ایران برای مبارزه با کرونا در جهان نمونه هستیم. آقای روحانی هم همین حرف رو زد.
خیلی جالبه. اما باز شهرهای ایران به قول خودشون قرمز و نارنجی و زرد. بگذاریم. نوروزتون پیروز. نمیخوام در این نخستین برنامه سال نو زیاد راجع به آقای خامنه ای صحبت بکنم، اما زمانی که گفتن کرونا آمده ایشان اعلام کردن که یک دعایی هست اینو بخونید هیچ کس کرونا نمیگیره. مثل اینکه خودشون هم این دعا رو خوندن، اما بعد فهمید که شوخی نیست. تصویر ایشان دیده شد که در یک مسجدی تک و تنها گرفتن نشستن و کسانی که میخواستن با ایشون صحبت بکنن که دهانشان بسته از راه خیلی دور با همه صحبت میکردن. بعد از مدتی دیدیم که دو تا ماسک روی صورتش زده و داره صحبت میکنه. اما وقتی که اعلام کردن که در آمریکا واکسن کرونا ساخته شده، مثل اینکه ایشون یواشکی استفاده کرد برای اینکه وقتی که میبینیمش نه ماسک میزنه، خیلی هم راحت داره صحبت میکنه. نمیدونم، مردم نباید بزنن، ولی برای ایشون همه چیز میسر هست. یکی از دوستان میگفت این آقای خامنه‌ای آدم بسیار خوبی است، هیچ وقت دروغ نمیگه، هیچ وقت غیبت نمیکنه، بسیار آدم مؤدبی است و ادب اسلامی داره. اجازه بدید میخوام یک ویدیو براتون پخش بکنم و قول میدم دیگه از آقای خامنه‌ای ویدیو پخش نکنم در این برنامه سال نو. ایشون شرم میده که خیلی ها ادب اسلامی ندارن. بعد ببینید خود ایشون هم ادبی دارن یا نه. یکی از چیزهای بسیار مهم حفظ ادب اسلامی در سخن گفتن که متاسفانه امروز در محیط‌های فضای مجازی با گسترش فضای مجازی به تدریج داره این ادب اسلامی کم رنگ میشه. بد زبانی، بدگویی، اینها بایستی در جامعه جمع بشه. از دهان نحس نجس سگ هار منطقه که البته مثل سگ دروغ میگن. اینها یا خیلی ابلهن یا تعمدن خودشون رو به بلاهت میزنن یا خدا زدن. یک قزاق قلدر بی سواد بی معرفت وابسته فاسد معتاد بدبختی آمد خودش و پسرش 50 سال بر این مملکت حکومت کردن. توفاله های پسمونده رژیم گذشتن که در اون رژیم خوردن و چریدن و گوشت حرام بالا آوردن. این رئیس جمهور آمریکا رو ببینید، اون وزیر خارجه بدشکلش رو ببینید. دولت مردان امروز آمریکا راه میفتن دور دنیا، به خصوص اون وزیر خارجه زشت نفرت انگیزشون. دولت مردان آمریکا وانمود میکنن دیوانند. من البته اینو قبول ندارم، اما حقیقتا احمقه های درجه یکن. احمق. همونطور که گفتم دیگه از آقای خامنه‌ای چیزی پخش نمی کنم. نوروزتون پیروز.
اخیراً بسیاری از چهره‌های سیاسی، هنرمندان و بسیاری از علاقمندان به آزادی در ایران شعاری رو میدن به نام نه به جمهوری اسلامی. کار بسیار خوبی است، اما به نظر من شعار تازه‌ای نیست. ملت ایران 42 ساله دارن میگن نه به جمهوری اسلامی. زمانی که هزاران نفر در اطراف مقبره کوروش بزرگ جمع شدند و شعار دادند، این یعنی نه به جمهوری اسلامی. دولت راه‌ها رو بست و نگذاشت در سال‌های بعد مردم به دیدار کوروش بزرگ برن. نگاه بکنید ببینید چگونه مردم میگفتن نه به جمهوری اسلامی. حتما این عکس رو همه دیدید، دختر جوانی که به تخت جمشید به حجاری های یادگار مونده از تمدن ایران بوسه زد و بسیاری رفتن بوسه زدن. این یعنی نه به حکومت جمهوری اسلامی. زمانی که حکومت جمهوری اسلامی پرچم های آمریکا و اسرائیل رو همه جا پهن می کرد که مردم روش پا بگذارن و جلوی مساجد کفششونه روی این پرچم‌ها بیرون بیارن و به این پرچم‌ها توهین کنن، مردم پا روی پرچم آمریکا و اسرائیل نگذاشتن. نگاه کنید به این تصویر. این یعنی نه به حکومت جمهوری اسلامی. زمانی که جوانان ایران همه ساله در چهارشنبه سوری مراسم آتشبازی با شکوه انجام میدن و فریاد میکشن ایران ایران، این یعنی نه به حکومت جمهوری اسلامی. مادری که سفره هفت سینش رو روی مقبره پسری که اعدام شده، فرزندش که اعدام شده میگذاره، یک سفره نوروزی باشکوه و کنارش میسته و عکس پسرش رو نشون میده، این یعنی نه به حکومت جمهوری اسلامی. زمانی که زنان ایرانی در روز جهانی زن در مترو به زنان دیگه گل دادن و اونها رو بوسیدند، یعنی نه به جمهوری اسلامی و به خاطر همین کار سالها باید در زندان باشن، فقط به خاطر گلی که به زنان دیگه دادن. زمانی که دو سناتور نروژی اعلام میکنن که برای سال آینده نرگس محمدی رو کاندید جایزه صلح نوبل میکنین، خانمی که سالها در زندان بوده و کتابهای متعددی نوشته و مخالف حکومت جمهوری اسلامی است، این یعنی دنیا به جمهوری اسلامی میگه نه. زمانی که روی ساختمان کانون وکلای پاریس تصویر زیبا و بزرگ نسرین ستوده رو نصب می کنند، این یعنی نه به حکومت جمهوری اسلامی. دنیا میگه نه به حکومت جمهوری اسلامی. زمانی که پدر پویا بختیاری که فرزندش رو کشتن به خاطر اینکه فقط اعلام کرد که چرا بنزین رو گران میکنید، پرچم سرنگ شیر و خورشید رو به دست میگیره و همه جا انعکاس میده، این یعنی نه به حکومت جمهوری اسلامی. زمانی که نوریزاد در زندان جمهوری اسلامی شعار میده و مخالفتش رو با حکومت ظلم جمهوری اسلامی اعلام میکنه، بله، این یعنی نه به حکومت جمهوری اسلامی. به این تصویر نگاه کنید، حتما قطره اشکی به گوشه چشم شما خواهد آمد. این تصویر یعنی نه به حکومت جمهوری اسلامی. و زمانی که مردم همه از این ترانه زیبای ایرانی استقبال میکنن، یعنی نه به حکومت جمهوری اسلامی. مرغ سحر مرغ سحر ناله سر کن
یاد استاد شجریان گرامی باد. سال گذشته مردم ایران خواننده خوب، خواننده مبارز خودشون رو در کنار فردوسی بزرگ به خاک سپردند و همه در قلب هاشون این شعار بود: نه به جمهوری اسلامی. خوشبختانه این روزها تصاویر در سراسر جهان منعکس میشن و بسیاری از تصاویر هستن که با ما صحبت میکنن. نگاه بکنید که سفره هفت سین رو جلو مقبره کوروش بزرگ برپا کردند. یک دهنکجی به حکومت جمهوری اسلامی، شعار مردمی که به فرهنگ خودشون، به هنر خودشون، به سنت‌های خودشون احترام می‌گذارن. و برای اینکه بفهمید که چقدر کسانی که در ایران حکومت می‌کنن به تاریخشون، به فرهنگشون آشنا هستن، نگاه کنید به این تابلو که سال جدید رو نشون میده. 13400 یعنی 1000 ببخشید 1000 چه میدونم 13400 هنوز به درستی نمیدونه که سال 1400، خیال میکنه که اون 13 رو باید بگذاره. اینها شهردارن، اینها کسانی هستن که در اون مملکت حکومت میکنن. و حالا با هم نگاه بکنیم به این تصویری که مردم ساختن. سبزه سفره هفت سین هم در این سال کرونایی ماسک زده، همونطور که همه مردم میزنن، و عید دیدنی شده عید شنیدنی. واقعا زیباست. در ماه خرداد در ایران انتخابات ریاست جمهوری است. از همین الان حکومت سعی میکنه که چهره خوبی از حکومت به مردم نشون بده. نگاه بکنید به این کاریکاتور. بله، این گلی که در دهان مردمه قلابی است. وقتی که گل به کنار بره، اون چکش حکومت جمهوری اسلامی است که همیشه به سر مردم میخوره. و حالا توجه بکنید به این جمله‌ای که روی فیسبوک دیدم که به نظر من بسیار درسته. یکی از جاذبه‌های جمهوری اسلامی این است که با وجود اینکه رئیس جمهور آینده انتخاب شده، ولی هنوز کاندیداها معلوم نشده. بسیار جالبه. و این هم کاریکاتوری از نشریه ملا نصرالدین در 27 اردیبهشت ماه سال 1287. بگذار روی حریت آزادی رو بپوشانم تا مگس روی آن نقطه نیندازد. حریت تبدیل به خریت نشود. ملاحظه میکنید که از یک سال پیشم بسیاری از مردم نگران دخالت آخوندها بودند. و اما در آمریکا در سال گذشته قهرمانی که نمیخواست از کاخ سفید بره این آقای دونالد ترامپ بود که خبرساز بود در این آمریکا. شاید در طول تاریخ آمریکا یک همچین رئیس جمهوری نداشته. خانمش بسیار محبوب بود، خیلی شیک آمد و خیلی شیک هم به اتفاق ترامپ از کاخ سفید رفت. اما هنوز ترامپ مخالفتش رو با انتخابات اخیر اظهار میکنه. دونالد ترامپ از همان اوائل که کرونا آمد زیاد کرونا رو جدی نگرفت. شاید یکی از دلایل این که انتخاب نشد همین بود. اما کرونا آمد، گریبانش رو گرفت، به بیمارستان رفت و معجزه شد و نجات پیدا کرد آمد. اما تصویرش همه جا بود و روزنامه ها راجع به او شوخی های بسیار کردند. اونهایی که با استقبال به سراغش آمدن، ملاحظه میکنید در این نشریه عقاب آمریکاست که دونالد ترامپ رو بلند کرده و داره از کاخ سفید بیرون میبره.
در بین کشورهای جهان بیشتر از همه جمهوری اسلامی خوشحال شد که ترامپ رفت. خیال میکردن که وقتی ترامپ رفت بایدن میاد دو دستی همه چیز رو بهشون تقدیم میکنه. نگاه بکنید به تیتر یکی از جراید چاپ ایران، جریده سازندگی: ترامپ رفت، و این هم شام آخر جمهوری اسلامی. کاریکاتور زیبایی است. و شامشون چیه؟ نفت. به نفت میگن طلای سیاه. همین طلای سیاه بالاخره روزگارشون رو سیاه خواهد کرد. و کاریکاتور دیگری: دهان همه را بستند اما چشمها همه چیز رو میبینه. و این هم کاریکاتور زیبای دیگری از مخالفت آخوندها با دوچرخه سواری خانمها. خانمها با دوچرخه سواری هایی که یواشکی در خیابانها انجام میدن و ویدیوشو به سراسر دنیا میفرستن، با آخوندها دهنکجی میکنن. کاریکاتور جالبی است. و بالاخره در جمهوری اسلامی دروغ بسیار گفته میشه. این هم آخرین دروغ جمهوری اسلامی: ایران در بهار 1400 یکی از مهمترین سازندگان واکسن کرونا خواهد بود. چون من شیرازی هستم و ما شیرازی ها روی سفره هفت سین گل نرگس میگذاریم، اجازه بدین که این نگاه رو با تصویر گل نرگس به پایان برسونم. نوروزتون پیروز. دو سال جمهوری اسلامی و 1001 چهره زن، کاری از پرویز کاردان. در بسیاری از موزه های به نام جهان آثار با ارزشی است که از سراسر جهان به دیدن آنها می آیند و شهرت و افتخار موزه ها به داشتن این آثار بسیار گرانبهاست. آثار تاریخی و باشکوه ایران نیز در میان شاهکارهای جهان می درخشند. فرش‌های ایرانی، دسترنج و افتخار هنرمندان ایرانی در میان آثار با ارزش موزه‌ها درخششی چشمگیر دارند. بسیاری از کاخ‌های باشکوه جهان با فرش‌های ایران تزئین شدند. گالری فرش توسی در قلب لس‌آنجلس موزه‌ای است از فرش‌های استثنایی و با ارزش ایران. ده 825 سانتا مونیکا بولوارد، لس آنجلس، کالیفرنیا 925. شماره تماس 310-44-10-100. زندگی در آمریکا بدون بیمه خطرناک است. بیمه سلامتی، بیمه اتومبیل، بیمه عمر و انواع بیمه ها به وسیله مشاوری آگاه و با تجربه با بهترین قیمت برای شما فراهم می شود. جوزف کره‌ای برای هزاران نفر بهترین بیمه ها را فراهم کرده است. 818-909-0777 و 310-360-304. یکصد سال پیش، یعنی سال 1299، سالی بوده تقریبا شبیه همین سال 1399 رو که پشت سر گذاشتیم. بیماری وبا، آنفولانزا، قحطی و مشکلات بسیار در اون سال بوده. و وقتی که سال تمام شده، شعری ساخته بودن به نام سال بد. ای سال بد بر نگردی. دیدم که خانم خاطره حکیمی با الهام از همون آهنگ و با الهام همون شعر یکصد سال پیش شعری رو خوندن راجع به سال پیش، سال 1399، سالی که
واقعا سال بدی بود، از هر نظر سال بد بود. ای سال بد بر نگردیم. میخوام این آهنگو براتون پخش بکنم. این خانم به زیبایی خوندن، اما ما نیز تصاویری روی این آهنگ گذاشتیم، تصاویری که نشون میده واقعا سال پیش سال بدی بود. با درود بسیار به خانم خاطره حکیمی، گوش کنید به سال بد، صدای گرم این خانم و تصاویری که ما روش گذاشتیم. ابرا به خودم سمولی علیکم، ابرا به خودم اخما توفا کن، ابرا به خودم بزبز غندی، ابرا به خودم چرا نمیخندی، حاجی فیروزم بله، سالی یه روزم بله، بشکن بشکنه بشکن، من نمیشکنم، بشکن چطوری بشکنم، تق تق چجوری بشکنم، تق تق اینجا بشکنم یار گله داره، اونجا بشکنم یار گله داره، این عاشق بیچاره چقدر حوصله داره، این عاشق بیچاره چقدر حوصله داره، حوصله داره، حوصله داره، حوصله داره. سالی که گذشت سال بد بود، سالی بد و بد ز بد بدتر بود، سالی که گذشت سال بد بود، سالی بد و بد ز بد بدتر بود، ای سال ای سال ای سال ای سال، بر نگردی بری دیگه، بر نگردی 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 بری دیگه، بر نگردی. مردا رو اخته کردی، زنا رو شکسته کردی، دکونا رو تخته کردی، همه رو خسته کردی، مردا رو اخته کردی، زنا رو شکسته کردی، دکونا رو تخته کردی، همه رو خسته کردی، ای سال بر نگردی بری دیگه، بر نگردی ای سال، بر نگردی بری دیگه، بر نگردی ای سال، بر نگردی بری دیگه، بر نگردی بری دیگه، بر نگردی ای سال، بر نگردی ای سال، بر نگردی بری دیگه، بر نگردی ای سال، بر نگردی بری دیگه، بر نگردی. نیکاهنگ کوثر در سال گذشته از یاران صمیمی این برنامه بوده و ما رو در مورد آب و خاک میهنمون بیشتر آشنا کرده و مشکلات آب و خاک رو به ما گفته. بسیاری از تلویزیون های دیگه ازش استفاده میکنن و کار خوبی میکنن.
آب و خاک در یک مملکتی حرف اول رو میزنه. متاسفانه حکومت جمهوری اسلامی به این موضوع حیاتی چندان توجهی نمی کنه. با درود بسیار به نیکاهنگ کوثر که همیشه یار این برنامه بوده، البته یادتون باشه که اون یک کاریکاتوریست بسیار خوبی هم هست، نوروز بهش تبریک میگم و به پیام این هفتش توجه بکنید. ممنونم باز. آقای کاردان عزیز، درود بر شما. فرارسیدن سال نورو به همه کسانی که این برنامه رو میبینن خجسته باد میگم. در سال 1399 روزگار برای بخش قابل توجهی از مردم ما تلخ بود، به کامشون هیچ وقت شیرین نشد، اما سعی کردن با وجود همه سختی‌های ناشی از بیماری کووید 19 و آثاری که بر جامعه گذاشت خودشون رو سرپا نگه دارن. گروه‌هایی مثل جامعه پزشکان و پرستاران به مردم خدمت کردند، بسیاری جانشون رو از دست دادن در راه خدمت به مردم. همیشه به یاد اونها هستیم. در کشور ما مسئله که برای من همیشه دغدغه بوده آب و محیط زیسته و وضعیت آب در کشورمون بدتر شد. یکی از مسائلی که همیشه دغدغه خیلی از برابچه‌های متخصص بوده اینه که چرا همون جاهایی که دچار خشکسالی هستن بیشترین آسیب رو هم از سیل می‌بینن. این سوالی هست که مردمان سیستان و بلوچستان و خوزستان و لرستان و چهارمحال و بختیاری و بسیاری از نقاط فلات ایران مرکزی از خودشون می‌پرسن. خشکسالی به واسطه تغییرات آب و هوای یک چیزه، اما از دست دادن منابع آب به خاطر سیاست‌های بد مدیریت آب و خاک چیز دیگر. در طی چند دهه گذشته تعادل سفره‌های آب زیرزمینی به هم خورده. بیشتر از نیمی از آبی که ما استفاده می‌کنیم از دل زمین بیرون میاد، اما دولت‌ها پشت سر هم اومدن و به طور مستقیم یا غیر مستقیم سفره‌های آب زیرزمینی رو خالی کردن. مستقیم این که خود دولت آبی رو بکشه بیرون و غیر مستقیم این که مجوز چاه بدن و کشاورزان برای اینکه دولت به رکورد تولید گندم و برنج و دیگر محصولات برسه اجازه داده باشه دولت که اینها هر چقدر میتونن آب رو بکشن و صرف کاشت و زراعت کنند. در طی چند دهه اخیر دیده ایم که از بیش از 600 دشت کشور چیزی حدود 400 دشت عملاً منابع آبیشون تا حد زیادی از دست رفته و الان به عنوان دشت‌های ممنوعه شناخته میشن، یعنی دشت‌هایی که دیگر نبایستی از اونها آبی کشیده بشه. اما دولت به جای اینکه بیاد به داد سفره‌های آب زیرزمینی برسه میاد سراغ پروژه‌های گران قیمتی که میتونه بخشی از جامعه را حتی راضی نگه داره. میاد سدهای بزرگی میسازه که مردم خیال بکنن آبی که پشت این سد جمع شده یعنی دیگه مشکلات حله، یا میاد از خلیج فارس آب رو شیرین میکنه و منتقل میکنه به سیرجان و یزد برای اینکه مثلا مشکل معادن و شرکت فولاد رو در یزد حل کنه. سوال بزرگتر این هست چرا اصلا بایستی شرکت فولادی در یزد که بی آب هست و میزان بارندگی سالانش نزدیک به 100 میلیمتر و حتی کمتره در اونجا ساخته بشه؟ چرا بایستی در مناطق فلات مرکزی ایران که کم آب هستن ما تأسیسات فولاد داشته باشیم؟ چرا بایستی تأسیسات پرمصرف داشته باشیم؟ خیلی از این تأسیسات بایستی کنار آب ساخته می شدن. وقتی که یک متر مکعب آب دریا شیرین میشه، یعنی بخش عمده از نمک خودش رو از دست میده تا قابلیت شرب داشته باشه، هزینه که تحمیل میکنه به کشور بین 2 تا 3 دلار هست. دقت کنید، 2 تا 3 دلار در کشوری که الان 1 دلارش رسیده به چیزی حدود 25,000 تومان. دلار جهانگیری رو ول کنید، اون دلاری که واقعی تره. اون وقت هزینه انتقال 1 متر مکعب آب از کنار خلیج فارس به محدوده یزد چیزی حدود 1 تا 1.5 دلار در میاد. یعنی هر متر مکعب آبی که میخواد برسه دست یک کارخونه در استان یزد چیزی حدود 3.5 تا 4.5 دلار ارزشش است. اون وقت رقمی که اعلام میکنن اینها به کارشناسان میگویند برای ما 250 تومان در میاد. اسرائیل که به عنوان شناخته شده در این کشور در تکنولوژی آبشیرین کنهای دنیا هست، تونسته با ارزون ترین روش قیمت
یک متر مکعب حاصل از شیرین شدن آب دریا رو به حدود نیم دلار برسونه. چطوری اینها رسوندن به 250 تا تک تومانی؟ بعدها صداش در میاد که همون هزینه 4 دلاری هم خیلی کمتر از چیزی بوده که واقعا خرج شده. نکته بدتر این که بسیاری از شرکت‌هایی که درگیر پروژه‌های مخرب بودن در طول چند دهه گذشته باز درگیر این پروژه آب شیرین کن و انتقال آب هستند. نبود پاسخگویی باعث شده که مجموعه‌هایی که آسیب می‌زنن به محیط زیست همیشه در صدر باشن و با کمک دستگاه‌های مانند سپاه پاسداران و در کنار وزارت نیرو و شرکت‌های مشاور آسیب بزنن به محیط زیست. ما چیزی به نام عدالت محیط زیستی در کشورمون واقعا نداریم. گرچه اگر از مقام‌های دولت بپرسید میگویند بر اساس اصل 50 قانون اساسی دولت و حکومت وظیفه مراقبت از محیط زیست رو داره بر اساس نگاه توسعه پایداری. اما کدام توسعه پایدار؟ در کشور ما هیچ پروژه‌ای انجام نمی‌شود مگر اینکه آسیب بزند به سهم آیندگان و به سهم محیط زیست. با هم نگاه بکنیم به نظر مقامات جمهوری اسلامی، نظر واقعیشون در مورد نوروز. جالب توجه کنید این نوروز که در کشور ما به عنوان عید اطلاق می شود، این جایگاهی در شریعت مقدس اسلام، شریعت نورانی رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم ندارد. رسوماتی که در نوروز هست، چهارشنبه سوری، فال گرفتن حافظ و رسومات دیگری که در این ایام سیزده بدر، اینا هیچ جایگاهی در دین مبین اسلام نداره. و امروز من و توی مسلمان باید تار موی محمد ابن عبدالله علیه آلاف و تحیات و صلوات رو با هزاران کوروش و هزاران جمشید و غیره و غیره پادشاهان فارس که این سنت ها سنت های اونها هست نباید معامله کنیم. قیمت ها در ایران بیداد میکنه. نگاه کنید به یک ویدیوی خیلی کوتاه که چگونه با طنز مشکل قیمت گذاری رو حل میکنه. به نظر شما چطور میشه قیمت ها رو کنترل کرد که هم راضی باشن؟ شما فکر کن مثلا من یه سیخو بردارم بکنم تو گوش شما، چه اتفاق میفته؟ من ناراحت میشم. حالا یه سیخ دیگه بردارم باز بکنم تو اون گوش شما، اذیت میشم دیگه. اذیت میشی؟ حالا فکر کن سه تا سیخ بکنم تو گوش شما، خیلی شاکی میشم دیگه. آفرین. حالا اگه یه دونش بردارم چه اتفاق میفته؟ بهتر میشه. اینجوری بهتر میشه، شما هم راضی، ما به هدفمون رسیدیم دیگه. برو تا بیلو نکردم تو گوشت. به این میگن کنترل قیمت ها. میسیو. آرزوی جوانان در ایران، توجه کنید. آرزو کنیم حال همه خوب باشد، خیابان پر باشد از عابران سرخوشی که نه قصه‌ای برای خوردن دارند، نه مشکلی برای حل نشدن، نه دلیلی برای گوشه‌گیری و تنها بودن. عابرانی که سرخوش و آسوده از کنار هم عبور می کنند و می خندند، از ته دلشان می خندند. آرزو کنیم حال همه خوب باشد، به خوبی عطر یاس کوچه باغ‌های قدیمی، به خوبی دو روز مانده به عید زمان کودکی و به خوبی همان روزی که آرامش و عشق به خیابان‌های این شهر برگردد. حالا با هم نگاه بکنیم به پیام نوروزی
آقای احمدی نژاد زمانی که رئیس جمهور بوده پیامش رو نه ببینید عکس العمل مردم رو تفریح کنید. شیوه نوین انسانی و حقیقی مردم سالاری و حکمرانی صالح در برابر دید مردمان عالم قرار گرفت. رأی قاطع و بسیار روشن و بالای ملت به رئیس جمهور منتخب و خادم. چهل و دو سال جمهوری اسلامی و 1001 چهره زن، کاری از پرویز کاردان. با تبریک مجدد آغاز سال 1400 اجازه بدید توضیحی بدم برای بینندگان عزیزی که با ایمیل ها و تلفن هاشون سراغ من آمدند که چند هفته نزدیک دو ماه غایب بودم و نتونستم در خدمتتون باشم. متاسفانه حادثه ای برای من رخ داد که بستری شدم و بیمار بودم و نمیتونستم با شما ارتباط برقرار کنم، اما حالا خوشبختانه باز در کنار شما هستم. اجازه بدید در این برنامه نخست سال نو تشکر بسیار بسیار صمیمانه ای داشته باشم از همسر بسیار عزیزم و دختر عزیز و گرامیم که در این مدت با من بودن، از من حمایت کردن و پشتیبان من بودن. دوستشون دارم، بسیار دوستشون دارم. تشکر بسیار دارم از همه دوستان و آشنایانی که در این مدت با من تماس گرفتن و تشکر بسیار صمیمانه ای دارم از دکتر علیرضا نوریزاده، دوست خوبم، برادرانه با من بود، از راه دور از من حمایت کرد. نوروزتون پیروز و هر روزتان نوروز. بارامت بارامت به مرکب نوروز، خورشید تابان خوشم خوشم که عمر دی سر آمده، رنجم بگرفته پایان بیا که خوشکنم دلم به روی تو شاد. من و تو بادا سالن با فرخونده، به سالن و گردن مارا نپرخنده، ستاره بختت چون مهم تابنده، به همه کسان به همه یاران خوش و خورم روزگاران. پای هفتی رومایی خوشتر جا باشم، شمو جمو جام زرین خوشتر جا باشم. ای دون یار دیرین خوشتر جا باشم، گیرم در آغوشش میگویم در گوشش صد سال به این سال. تو بادا سال نو فرخنده، به سال نو گردن ما را نپر خنده، ستاره بختت جان مهتابنده، به همه کسان به همه یاران خوش و خورم روزگاران. در روزهای آخر ماه اسفند آهنگ‌های نوروزی بسیاری رو مردم اجرا می‌کنند. تعدادشون بسیار زیاد بود. اجازه بدید در این آخرین لحظات اولین برنامه سال نو تشکر ویژه‌ای داشته باشم از دوستانم و همکارانم که در سال گذشته و به ویژه در مدتی که من بستری بودم این برنامه رو حمایت کردند. دوست خوبم رضا کیهان که همیشه پشتیبان این برنامه بوده و برای این برنامه بسیار زحمت کشیده، از امیر سلمانی که بسیاری کارهای ریزکاری این برنامه رو انجام میده، از هومن عزیز در لندن
و تمام برای بچه هایی که برای برنامه زحمت میکشن. شبها و روزهای خوبی برای همه آرزو میکنم با امید دیدار.